عربستان یهودی این آل سقوط، این صهیونیست های به ظاهر مسلمان این جسارت رو کردن و هیچ وقت تاریخ فراموش نخواهد کرد. و اگر نسل آل سعود رو بگردید به قوم لوط میرسد، تعجبم نکنید. اما این کثافتکاری که این ملعونین حرامی کردن، این نباید باعث بشه ما توهین به حج بکنیم. همه شوخی کردن با عمره، شوخی کردن با حج، شوخی کردن با بزرگترین میتینگ اسلامی. ما سوره حج داریم. چقدر توهین شد در قالب شوخی، در قالب جدی. چرا قاطی میکنیم؟ چرا هی بعد ما مسلمونا کلا سرمون بره؟ چرا تو این قصه ای که شد در جده اختلاف بین عرب و عجم ایجاد شد؟ اینا دنبال اینن که من و شما پنجه تو صورت هم بکشیم. ما مشکل با عرب نداریم، ما مشکل با وهابیت داریم. وهابیای حرامزاده کاری با عرب ندارن. عرب رو هر کی میخواد ببیند، اربعین حسینی بره عراق ببینه عرب که تربیت شده یه حسینه کیه. ما با عرب مشکل نداریم. ما بخش از ملت عزیزمون عرب زبانن. این توطئه یهوده، این توطئه دشمنه که من و شما نسبت به هم دیگه توهین کنیم و جسارت کنیم. حج خیلی مهمه، عمر خیلی مهمه، ولی بله الان باید تعطیل بشه. درست هم تشخیص داده. یه عده ای هم که مخالف این قصن همونایی هم که تو سازمان حج نون این کارو میخورن و استفاده هاشون قطع میشه، لذا بازی در میارن که این ارتباط قطع نشه، فقط داره کیسه خودشون. بله من 20 ساله دارم میگم قطع کنید، فقط حج برید و بیاین. نوارش هم موجود. 20 ساله دارم میگم یه بار برید حج، واجبتون عمل کنید. امروز عمره شما، امروز حج دوم شما، امروز مستحباتی که مثل حج است، اونم حج دوم، نه حج اول که واجبه، تهیه جهیزی دختران فقیر ماست. به این برسید. زندانی آزاد کنید، زندانی بیچاره‌ای که مال باخته است و چک دست مردم داره، زندانی بدبختی که تصادف کرده و الان باید دیه بده و آبرو داره. اینا حجن، اینا عمرن. به اینا برسید. کعبه و سنگ بهانه است که ره گم نشود. تاجیکستان خیلی عمل قشنگی انجام داده. انشالله مسئولین حج ما هم عقلشون برسد و انشالله منافعی که گیرشون میاد و نادیده بگیرن به خاطر حیثیت این مملکت و این ملت و شیعه، اگر حالیشونه مثل تاجیکستان عمل کنن، بگن دیگه امنیت در عربستان یهودی نیست، ما جوانهای زیر 30 سالمون رو دیگه اجازه نمیدیم وارد عربستان بشن، چون تمام اینها از قوم لوطن، ما امنیت نداریم. باید با آبروی بی آبرویی آل سعود در دنیا از این اتفاقی که افتاد شیعه بهترین بهره برداری رو بکن، بگه ما زنامون رو نمیفرستیم، شما خائن حرمینین، شما خادم نیستید، شما مسلمان نیستید، شما یهودی هستید، شما یهودی زاده هستید، شما صهیونیستید، شما پدر صهیونیستید. خدا رحمت کند امام رو. امام فرمود شاید ما از صدام بگذریم اما از آل سعود نمیگذریم. حرف امام رو یادتون نره. پدر انقلاب، معمار انقلاب میدید امروز رو، میشناخت اینها رو. حالا هم ناراحت نشید، اگه برای خداست به واجب